بسم الله الرحمن الرحیم. آقا اخبار امروز خیلی اخبار جالبیه. ایران میانجیگر انتقال موشک‌های ضد کشتی P-80 اونیکس به یمن. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی به نقل از سه منبع آگاه غربی و منطقه‌ای خود گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات محرمانه بین روسیه و حوثی‌های یمن برای ارسال موشک‌های ضد کشتی به این گروه میانجیگری کرده. بر اساس این گزارش روسیه هنوز در خصوص ارسال یا عدم ارسال موشک‌های یاخونت یا همون P-80 اونیکس به شبه نظامیان حوثی تصمیمی نگرفته. این منبع همچنین گفته که دو مقام منطقه‌ای که از این مذاکرات آگاه بودند گفتند که حوثی‌ها و روس‌ها دست کم دو بار امسال در تهران با هم ملاقات کردند و مذاکرات برای ارسال ده‌ها موشک که با بعد حدود 300 کیلومترن همچنان ادامه داره. خب سلام عرض میکنم خدمت تمام شما دوستان پارتیزان پلاسی عزیز، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. قبل اینکه بریم سراغ ادامه برنامه لطفاً ساب و لایک و این کارا رو فراموش نکنید. آقا نشریه وال استریت ژورنال پیش از این در ماه ژوئیه با انتشار گزارشی نوشته بود که روسیه در حال بررسی امکان ارسال موشک‌های ضد کشتی یاخونت به یمنه. با وجود این در گزارش یاد شده به نقش ایران به عنوان واسطه مذاکرات اشاره‌ای نشده بود. حالا آیا ایران هم دنبال موشک ضد کشتی اونیکس و سامانه دفاع ساحلی باستیونه؟ حالا عرضم به حضورتون که رویترز گفتم خبره رو کار کرده و تیون اشاره شده به این سامانه و انتقالش به یمن و این حرفا. اما درباره اینکه آیا این سامانه تو ایران هست یا نه، باید بگم که خبرگزاری مشرق تو تاریخ 28 بهمن سال 98 طی گزارشی گفته بود که ایران و روسیه در حال مذاکره بر سر این سامانه. حالا اینکه این سامانه خریداری نشده یا خریداری شده و تحویل هم داده شده ولی رونمایی نشده و این حرفا چیزی نمیدونیم، چون اصلا بعید نیست که ازش رونمایی نشه به خاطر تحریم و چیزایی که خودتون میدونید. خبر جالب بعدی اینه که 20 خرداد ماه امسال یه رزمایش مشترک در پایگاه ترتوس توسط سوریه و روسیه انجام شد. حالا پایگاه ترتوس کجاست؟ پایگاه ترتوس همون پایگاهیه که مورد حمله قرار گرفت و دشمن قصد داشت که به بندر ترتوس حمله کنه، که پدافند هوایی به خوبی دفاع کرد و تمام اهدافو سرنگون کرد. اینجا من یه عکسی دارم، اینی که الان دارید میبینید عکس سامانه باستیون متعلق به روس هاست. یه عکس دیگه هم که جالبه دوستانم با هم ببینیم تا بحث یمن داغه، عکس اینفوگرافی که تعداد حمله های یمن به کشتی هاست، که البته این عکس تا تاریخ 2 سپتامبر و تا الان بیشتر هم شده این حملات و آمار و اسم کشتی‌ها و نحوه حمله و اینا توی این تصویر اومده. تا حالا خب فکر کنم دو تا کشتی غرق شده و یک کشتی هم مصادره شده. حالا اشاره کنم که فرمانده سنتکام گفته که فعالیت‌های یمن مشکوکه. این جمله رو داشته باشید. چرا؟ چون نکته ای که هست اینه که یمنی‌ها تقریبا دو هفته است که کاری نکردن. یه سری گزارشات بوده از سازمان گزارش لندن درباره دریای سرخ، اما در کل نکته ای که هست اینه که خبری نشده از یمن و میشه این سکوت یمن رو خطرناک دونست. یادآوری میکنم سنتکام گفته که فعالیت های یمن مشکوکه. آخرین خبر مربوط به یمن که جالب توجه بود چیزی بود که احتمالا شنیدید، یک تیر موشک بالستیک فلسطین دو رو یمن شلیک کرد و قلب تل آویو رو با همون یه دونه موشک مورد هدف قرار دادن، که موفقیت بزرگی بود. تو برنامه‌های قبلی هم بهش اشاره کرده بودیم. دومین موفقیت یمنی‌ها هم مربوط می‌شد به شکار 14مین پهپاد MQ-9 که قابل توجه بود و خب اینم مربوط 10 روز پیشه. و حالا باید منتظر باشیم و ببینیم خنجر جبهه مقاومت این بار چجوری دشمن رو سورپرایز می‌کنه. بریم سر وقت وضعیت جبهه یمن توی جنوب لبنان. امروز خب خیلی جالب بود، چون دیشب که خب حملات خیلی محدودی اتفاق افتاد، امروز صبح هم یه حالت آتش بس گونه ای بود و همه چی آروم بود و مشخص بود مذاکرات در حال انجامه و پیشنهاد آتش بسی که کشورهای غربی ارائه داده بودن امضا شده بود. و خب جالبه که نخست وزیر لبنان این آتش بس رو امضا کرد و این نکته خیلی عجیبیه، چون مفاد این توافق خیلی به نفع حزب الله نیست، یعنی کلا به ضررشه و مربوط به عقب نشینی و اینجور چیزا میشه. تو اسرائیل وزیر امنیت داخلی اسرائیل که یکی از تندروترین افراد کابینه است، خطاب به نتانیاهو گفته اگر آتش‌بس موقت در لبنان امضا بشه به ائتلاف رأی نمیدیم و اگر دائمی بشه از کابینه استعفا میدیم. و مخالفت‌ها در دولت بسیار بالا بود. و خب لاپید رئیس اپوزیسیون دولت نتانیاهو اعلام کرد که موافقه با آتش‌بس و از نتانیاهو خواسته بود که حداقل یه آتش‌بس موقت 7 روزه رو داشته باشن و بحث آتش بس رو جدی بگیرن. و البته گفته بود که طی این آتش بس به حزب الله امتیاز ندن. و خب واضحه که این بیانیه ها و این رفتار و گفتار
صهیونیستا یه جورایی وقت خریدنه. هیچ کس توی اسرائیل موافق حل ریشه ی قضیه نیست و بیشتر دنبال وقت خریدنن. از اون ور دغدغه حزب الله بیشتر از شمال فلسطین اشغالی و جنوب لبنان ماجرای غزه است و تا زمانی که جنگ اونجا پایان نگیره و اسرائیل و گردان‌های عزالدین‌قسام به آتش بس تن ندن، نمیشه انتظار داشت که درگیری‌های بین اسرائیل و حزب الله برای مدت طولانی پایان بگیره. آتش بس‌های چند روزه شاید داشته باشن، اما خب تنش‌ها بازم برمیگرده. همون چیزی که ما امروز دیدیم و به چند ساعت نکشید صحبت‌ها که تنش‌ها و حملات شروع شد، چیزی که ما قبلا هم بهش اشاره کردیم. و خب اسرائیلی‌ها در نهایت بیشتر دنبال ترور فرماندهان جبهه لبنانن تا اینکه بخوام باهاشون توافق کنن. و خب در نهایت کلا داستان توافق ملغا شد. اسرائیلی‌ها یه حمله داشتن به ناحیه بیروت که گفته میشه همون جایی که یکی از فرماندهان ارشد حزب الله شهید شده و حالا ادعا میکنن که فرمانده قوای پهپادی حزب الله ترور شده و خب این فرمانده با لقب ابو صالح شناخته میشد. و همین الان که من مشغول ضبطم نمیشه با اطمینان گفت که آیا ابو صالح شهید شده یا نه. تا الان فقط 3 زخمی وجود داشته و خب تا آپدیتی که همین الان به دستم رسید 4 شهید. شبکه کان اسرائیل گفته که آقا این حمله انتقام اون موشک بالستیکی بوده که به سمت تل آویو شلیک شده و اگه این ادعا درست باشه میشه منتظر مون تا چند ده تیر موشک بالستیک دوباره توسط حزب الله به سمت تل آویو یا حالا نقاط دیگه شلیک بشه تا انتقام جویی حزب الله کامل بشه. و خب در ادامه شروع حملات امروز حزب الله هم حملات خودش رو شروع کرد، به شرکت رافائل حمله کرد، به کریات شمون حمله داشت و اصابت‌هایی هم ثبت شد، ولی در کل شدت حملات و گستردگیشون مثل روزهای قبل نبود. عراقی‌ها هم امروز حملاتی رو داشتن که باز هم شدتش کم بود و البته تحت سانسور خبری صهیونیست‌ها هم بوده و نمیشه دقیقاً نتایجش رو دونست. اینکه حالا حمله رهگیری شده یا اصابت داشته و غیره رو ما دقیق نمی‌دونیم و چیزی منتشر نشده. حالا بپردازیم به صحبت‌های دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران درباره ترور اسماعیل هنیه. ایشون گفتن که ایران حتما پاسخ اسرائیل رو میده و اجازه نمیده که اسرائیل به هدف خودش که جنگ طلبیه برسه. این حالا یه ماهیت کلی و یه خلاصه از صحبت‌های ایشون بود. ایشون همچنین طی یک سری صحبت‌های دیگه گفتن که تقویت قدرت موشکی ایران یک اقدام ضروری و کاملا دفاعیه. موشک‌های ما برای جنگیدن نیست، بلکه برای دفاع از خودمونه. اگه قدرت نداشته باشیم، بمب‌هایی که رژیم صهیونیستی الان بر سر مردم فلسطین می‌ریزه، روی سر مردم ما هم خواهد ریخت. ما باید قدرت پیدا کنیم، نه برای اینکه به کسی تجاوز کنیم، بلکه برای اینکه تصور حمله به ایران هم به ذهن دشمنان خطور نکنه. خب این صحبت‌های دکتر پزشکیان واقعا قابل تقدیره، چون با توجه به جریان سیاسی که ایشون درش حضور دارن، خیلی‌ها انتظار داشتن که مواضع ایشون مثل مواضع دولت روحانی و ایدئولوژیشون بر پایه سخن معروف آقای هاشمی رفسنجانی که می‌گفتن دنیای آینده دنیای گفتمان نموشک باشه. اینکه آقای پزشکیان به این درک که ما نیاز به تقویت ساختار دفاعی کشورمون داریم و نمیشه این ماجرا رو محدود کرد رسیدن، واقعا شایسته تقدیره. حالا بپردازیم به انتقام خون شهید هنیه با توجه به اظهارات رئیس جمهور. ببینید انشالله که این انتقام صورت میگیره، اما اینکه به چه صورت خواهد بود بستگی به رفتار صهیونیست‌ها داره. به نظر میاد که این وحشیگری صهیونیست‌ها ادامه پیدا میکنه. چرا؟ چون بقای دولت حال حاضر اسرائیل به بقای جنگ گره خورده و خیلی مهمه برای دولت حال حاضر که بتونن دستاوردسازی کنن تا یه جنگ. نتانیاهو وقتی میگه میخوایم شهرک نشینان رو به شمال و به خونه هاشون برگردونیم، وقتی میگه حماس رو باید شکست بدیم و از گذرگاه فیلادلفیا خارج نشیم و شمال غزه رو منطقه بسته نظامی اعلام کنیم، این واضحه که به احتمال بالا آتش بسی در غزه با حماس رخ نمیده و به طبع آتش بس با حزب الله و انصار الله و کلا مقاومت هم به این زودی ها رخ نخواهد داد و احتمالا جنگ باز هم گسترده تر بشه. نیاز داره که توجهتون رو جلب کنم به این موضوع که به گفته منابع عبری حزب الله تازه 10% از توانش رو استفاده کرده و مشخص نیست دقیقاً چی میشه اگه این تنش ها گسترده تر بشه. خبر بعدی این که آقا نمایندگی ایران در سازمان ملل گفته فرد یهودی دعوت شده به نشست رئیس جمهور سابقه فعالیت ضد صهیونیستی داره. خب این که اینو گفتن خوبه که حداقل یه جوابی دادن و قابل پذیرشه، هرچند باز هم جای بحث باقی میمونه، چون این آقا خودش گفته که من تابعیت رژیم صهیونیستی رو دارم، ولی در کل نمیشه زیاد خورده گرفت به نمایندگی ایران در سازمان ملل. حالا بریم سر وقت موشک قادر یک که حزب الله رو نمایش کرده. این موشک بسیار شبیه موشک فاتح 110 و به نظر میاد برای اینکه دپوش راحت تر باشه کوچیکترش کردن و دارن ازش استفاده میکنن. البته برخی چنل ها هم ادعا کردن که قادر یک همون راکت سنگین زلزاله، اما به نظر میاد در واقع همون موشک بالستیک فاتحه و برای دپوی راحت تر کوچیک سازی شده.
و چون پلتفرم فاتح ساخت خود ایرانه، ایران به راحتی میتونه تکنولوژیش رو تغییر بده و مشکلی در این باره نیست الحمدلله. و اما طی خبر بعدی، یک کارشناس اسرائیلی اومده و بررسی کرده که آیا وعده سید حسن نصرالله مبنی بر اینکه به مرور برد موشک‌های حزب الله افزایش پیدا می‌کنه محقق شده یا نه، و یک گراف تهیه کرده که الان میتونید ببینید که نشون دهنده تحقق این وعده است و به ازای هر ماه برد موشک‌ها بیشتر شده. این کارشناس در نهایت اظهار کرده که ما قورباغه‌ای درون آب روی گاز سید حسن نصرالله هستیم. اگه حرفای سید حسن نصرالله رو گوش داده باشید، همین چند وقت پیش بود که ایشون توی سخنرانیشون گفتن کمی بخندید و بعدم بسیار گریه خواهید کرد. و اما خبر طنز امروز، دیشب صهیونیست‌ها چند تا گراز رو با نیروهای حزب الله لبنان که قصد ورود به خاک فلسطین اشغالی دارن اشتباه میگیرن و کلی روی این چند تا گراز با بالگرد و منور و تیر و آتیش و نیروی واکنش سریع و فلان و اینا عملیات میرن. و حالا دقیقا چه بلایی سر این گرازا میاد یا واکنش فرمانده ها بعد از اینکه فهمیدن اینا گراز بوده چیه، واقعا من نمیدونم. خب دوستان، امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید. خیلی ممنون که ما رو تا به این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که لذت برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستم و تا برنامه بعدی، یا علی مدد.